زندگی چرخه بیپایانه. با بالا رفتن سن، شیرای نر اغلب با چالش‌های مواجه میشن که میتونه بر بقا و موقعیت اونها در خانواده و قلمروشون تأثیر بذاره. در اینجا چند سناریو رایجه که ممکنه برای شیرای نر پیر اتفاق بیفته. از دست دادن تسلط. شیرهای نر مسن ممکنه برای حفظ موقعیت خود به عنوان نر غالب در یک خانواده تلاش کنند. نرهای جوان‌تر و قوی‌تر ممکنه اونا رو برای تسلط به چالش بکشن که منجر به دعواهایی میشه که میتونه باعث جراحت یا حتی مرگ برای شیر بزرگتر باشه. در برخی موارد شیرهای نر مسن‌تر ممکنه توسط نرهای جوان‌تری که به دنبال تصاحب اون هستن از قلمرو خود رونده بشن. این نرهای مسن که به عنوان کوچنشین شناخته میشن ممکنه به تنهایی پرسه بزنن یا در موقعیتی مشابه با شیرهای نر دیگه ائتلاف کنن. برخی از شیرهای نر مسن ممکنه با بالا رفتن سن منزوی بشن، به خصوص اگه تسلط خودشون یا قلمروشون رو از دست داده باشن. این نرهای منفرد ممکنه برای یافتن غذا مشکل داشته باشند و در برابر حملات سایر شکارچیان آسیب پذیرتر هستند. مرگ مانند همه موجودات زنده پیر در نهایت به شیرهای نر میرسه. با افزایش سن توانایی شکار اونا کم میشه و پیدا کردن غذا براشون دشوارتر میشه. اونا همچنین ممکنه بیشتر مستعد بیماری و سایر مسائل بهداشتی بشن که در نهایت میتونه منجر به مرگ اونا بشه. در برخی موارد شیرهای نر مسن‌تر ممکنه از فرزندان خود حمایت دریافت کنند. شیرهای نر بالغ اغلب با برادران یا پسران خود ائتلاف میکنند تا شانس خودشون رو برای حفظ قلمرو افزایش بدن. به طور کلی سرنوشت شیرهای نر پیر بسته به عوامل مختلفی مانند سلامتیشون، حضور رقبا و حمایتی که از فرزندان خود دریافت می‌کنند میتونه متفاوت باشه. شیرهای نر برای خانواده و قلمروشون توسط شیرهای سرگردان جوان‌تر چالش کشیده میشن و به بیرون پرتاب میشن. متاسفانه این خیلی غمگینه که اونا در یک زندگی تنها و گرسنه میمیرن. زمانی که شیر نر مسن‌تر احتمالاً در نهایت با شیر نر جوان‌تری که به دنبال تصاحب قلمرو می‌جنگه، اگه پیر نر مجروح بشه، آینده برای اون خوب نیست، چون ممکنه مورد حمله کفدارها یا سگ‌های وحشی قرار بگیره یا زخم‌هاش عفونت ایجاد کنه و فقط در جایی که پیدا می‌کنه به تنهایی بمیره. ممکنه با شیرهای نر جوان‌تر دیگه برای شکار بپیونده تا زمانی که جوان‌تر رو برای خودشون قلم رو بگیرن. اما اغلب اگه یک شیر نر پیر توسط یک شیر نر جوان‌تر زخمی بشه، چشم‌انداز اون مثبت نیست. اون احتمالاً خیلی زود خواهد مرد. به هر طریقی در قلم رو نرها در پایان یک کشتن وارد میدون میشن. وقتی ماده ها میخوان مثلا یک گاومیش رو پایین بکشن، مشکل دارن تا اونو تموم کنن. شیر نر با وزن و حرکت سنگین تر میاد و گاومیش رو به پایین میکشونه. اونا برای انجام شکار بسیار به ماده ها متکی هستن. به تنهایی خیلی گرسنه میشن. دندونای اونا فرسوده میشه. عفونت‌ها شروع شده و رشد میکنه. کفتارها همیشه به دنبال فرصتی برای کشتن یک شیر هستن. شیر نر سرگردان در جستجوی غذا به قلمروی نر دیگه‌ای تجاوز میکنه. این نبردها ممکنه باعث کشته شدن بشه که تسلیم شدن در برابر زخم‌ها و عفونت‌هاست. خانه سالمندان برای شیرهای نر پیر مانند شیرهای ماده وجود نداره. ماده‌ها میتونن با قلمرو پیر بشن، همچنان غذا بخورن و محافظت بشن. در مورد نرها اینطور نیست. بازنشستگی اونا کوتاه، دردناک و با گرسنگیه. تا اونجا که به طبیعت مربوط میشه، شیر بارها تکثیر شده و این گونه حداقل یک نسل دیگه رو تضمین میکنه. طبیعت نسبت به مرگ اونا بی تفاوته. این غم انگیز اما واقعیه. شیرهای نر تنها مانند نرهای بسیاری از پستانداران گروه های مجردی رو تشکیل میدن
که از نرهای مختلفی تشکیل میشن که اتفاقی با همدیگه برخورد کردن. این امر مخصوصا برای شیرها مهمه، چون که اونا معمولا به صورت گروهی شکار میکنن و به سختی میتونن یک تومه بزرگ رو به تنهایی شکار کنن. حتی شیرهای مسن‌تر هم میتونن همدم پیدا کنن و اگرچه زندگی در پیری به این راحتی نیست، اما این لزوماً به این معنا نیست که شیر پیر محکوم به مرگ غم‌انگیزه. شیرهای نر که اتحاد تشکیل میدن معمولاً با هم فامیل هستن، به عنوان مثال برادران، پسر عموها و فرزندان، اما این امر الزامی نیست. اگر دو شیر بزرگتر همدیگه رو پیدا کنن و تصمیم به تشکیل اتحاد بگیرن، میتونن یک شیر آلفای جوان و قوی رو بیرون بندازن، فقط به این دلیل که دو برابر آرواره و چنگال دارن. اونا باید قلمرو جدید خودشون رو به اشتراک بذارن، اما حداقل حالا هر دو یکی دارن. شیرهای نر دیگه کفتارها، سگهای خالدار یا سرطان دیر یا زود اونا رو به جایی میرسونه که درد دارن. بازنشستگی آرومی برای شیرهای نر پیر وجود نداره. اما زندگی برای شیرهای ماده پیر خیلی راحت تر میشه. از اونجایی که شیرها حیوانات اجتماعی خانوادگی هستن، اغلب شیرهای ماده تا زمان مرگ در همون قلمروی مادری خودشون میمونن و استراحت میکنن. از اونها به عنوان بزرگتر به دقت مراقبت میشه، چون که در جوانی یکی از منابع اصلی غذای خانواده بودن. شیرهای جوانتر دیگه بخشی از غذا رو مخصوصاً برای اونا ذخیره میکنن. و همچنین شیرهای ماده پیر در مراقبت از توله‌ها در حین شکار شیرهای ماده دیگه کمک می‌کنن. در اصل اونا زندگی یک مادر بزرگو دارن که برای زندگی در طبیعت بسیار خوبه. دیده شده که شیرهای ماده جوان سالم لاشه‌ای رو باز می‌کنن و به شیرهای سالخورده اجازه میدن اعضای داخل بدن تومه مثل کبد، کلیه‌ها، ریه و غیره رو بخورن، چون که اونا بسیار نرمتر و مغذی‌تر از ماهیچه‌ها هستند. به علت اینکه شیر سالخورده دندون‌های کمی دارند، میتونن اعضای داخلی بدن تومه که یک منبع عالی از پروتئین، چربی، ویتامین‌ها و مواد معدنی بخورن. بنابراین تا زمانی که به شیر ماده سالخورده کمک کنن، گرسنگی مشکلی ایجاد نمی‌کنه.